بارز سلام و ادب خدمت دوستای نازنین. چپن میدادم پیشواز است، البت کلفت شانده میشه. خواهر ما فرمایش داده بودن به این شکل تکی خطدار است، مکس امرای قیماق شایی. تکر ما چار قات میکنم، ببینین چار قات از دو تخت پایین دو تخت بالا به این شکل. اگر خواستین شما میتونین که پیش روش هم از خود تکه قاد کنین. مج پیش روش به او شکل نمی کنم، تکه اضافی مندازم. ببینین قسمی که شما رو نشان میدم، شما میتونید تختی پیش رو به این شکل از خود تکه قاد کنین. یک لخت پشت سر خوردتر باشه، پیش رو یک و نیم انچ کلانتر میگیرین، به خاطر پیش می باشه یک و نیم انچ. اگر نخواستین به این شکل هم میتونین دو تختی پیش رو با هم قرار میتین. متوجه باشین که دهیش پیشوری باید از خردتر باشه، به خاطر از اینکه دو انچ تکیک اضافی مندازیم، دو انچ از پیشوری باید از قیچی کنیم. قدش 57 میگیرم و شما هم میتونین اگر قدتان بلند باشه، اگر تکه درازیش بس نکد، میتونین و قسمت شانه تو تب اندازیم. قد 57 گرفتم، شانیش 16 میگیرم، مکمل 16 است. البته مقدوخت خدا میگیرم 18 میگیرم. ببینید این هم به این شکل یخنشش 3 میگیرم، نیم 3 به این شکل کلان یخنش. البته یخنش گرد است، زیاد کلان نباشه. به شکل خملای تباشیر خط میکنم، شانش نو میگیرم که دو انج در دوخت میره. به شکل نیمه یک انجام قسمت شانش گرفتم که به خاطر یک بغل باید است. زیر قولش نو میگیریم. متوجه باشین که خرد نباشه زیر قول، به خاطر که حجاب است، زیرش حتما آدم یک چیز میپوشه که اذیت نشیم. بغلش 13 میگیرم، چون بغل 24 از دو انجی در دوخت میره، 26 میگیرم 13. خط میکنیم. کمرش همچنان از زیر قول تا کمر 8 میگیرم. کمر و بغل دوش یک اندازه است. خط میکنم به خاطر که معلوم شد برای ما. کمرم 13 گرفتم. اگر کلان بود شما میتونین 5 بتین در پشت سر و در پیش روی. یخن قیچی میکنم. آهسته متوجه باشین که وقت یخن قیچی کردن کوشش کنین که از پیشتان اشتباه نشه، خدای نخواسته، که پیشوری در پشت سر، پشت سر در پیشوری. به این شکل زیر قول خط کردم. به این شکل زیر قول نو گرفتیم و حال بغلش هم خط میکنم. از کمر تا سوری نو میگیریم. دامنش کلان گرفتیم، 19 اینچ کلانی دامنش است که مکمل. اون اگر خوش داشتین میتونین 40 هم بگیرین، اگر خوش نداشتین فرق نمیکنه راست بدوزین. راست همه چپ اندوخته میشه. ما دامنش کلان گرفتیم به این شکل. ببینین کلانی دامن 19 گرفتیم. شما میتونین از این کرده هم کلان بدوزین، شکل بریده یک لخته بگیره. راست قیچی نمی کنم. متوجه باشین اگر خطکش در خانه داشتین همراه خطکش، خطکش هم میمونین. یک بغل خط میکنین به این شکل، بعدن قیچی میکنین. من قیچی را میگیرم، قیچی میکنم از قسمت لب دامن به این شکل. وقتی که پیرانتان تمام شد متوجه باشین نیشاش هم قیچی کنین که نیشاش کشال نباشه. به این شکل ببینین قیچی میکنم از زیر قول شروع میکنم. آهسته آهسته امو قسمت هایی را که خط کردین در سر از امو قیچی کنین. دیدین این هم چپن ما شد. و حال ما یخن پیشوری قیچی میکنم به این شکل. تخته پیشوری باز بدن از این تکا، از این دوتا تکا ما پشتی های یخنش هم قیچی میکنم که برام آسان تر شود. اول یخنه قیچی میکنم، مکلان یخنه 5 میگیرم. اگر شما خوش داشتین میتونین این چپنه به شکل گلون بالا هم بدوزین، فقط
قیچی نمی کنین قسمت گردنش تکه اضافی مثل پیش رویش مندازین گلونش بالا میاد. شما میتونین به این شکل هم راست بگیرین که پیش رویش باز باشه، اما من به این شکل نمی کنم، فقط پیش پات است در قسمت پیش روی فیته مندازم. متوجه باشین وقتی که قیچی میکنین بعد از این 2 اینچ پیش روی باید از دگام قیچی کنین، خردش کنین امی تخت پیش روی هر دوشه 2 اینچ و یا 1 اینچ، به خاطر که شاید بگوین چرا، به خاطر که تکه اضافیه که مندازیم بعدا در جای از او قرار میگیره و 1 اندازه میایه. اگر ما او رقم نکنیم کلان میایه، پشت سر ما خرد یخنش، پیش روی ما کلان بد معلوم میشه. 1.5 اینچ و یا 2 اینچ میتونین تخته پیش روی خرد کنین. و حال ما پشتی یخن قیچی میکنم چون به خاطر راحت تر شوه، نمیخوایم که دور برم، البته من خوش ندارم که زیاد تیت باشه، مگیش قیچی میکنم وقت دوختن برم آسان تر میباشه. به این شکل حال پشتی یخن قیچی میکنم، نه زیاد کلان میگیریم و نه زیاد خرد، به اندازه. متوجه باشین که وقتی پشت سر قیچی میکنین پشت سرش همچنان به اندازه پیش رویش باشه، البته پشتی یا یخنش. تکی یک لخت شما به پشت سر گرفتم، به این شکل پشت سرش هم میمانم، چون وقتی که من پشتی های خنم در پیران نصب کردم همراه شانه یک جای میدوزمش. یعنی هدف من این است که اول نمی کنم که قاد کنم، بعد هم شانیشه بدوزم. پشتی یخنه که دوختم یک لخت پشتی های یخنه با هم میدوزم. به این شکل پشتی یخنه قیچی کردم. خب این هم چپن ما شد. شما میتونین این چپن به مثل ویدیو قبلی بدوزین، فقط یخنش راست نمیزنین، کمک شکل هفت میزنین و او شکل هم میشه. بعد از این که من چپن قیچی کردم، عزیزای دلم، آلت تکر دقات میکنم، قسمت تختی پیشوری تکایی که هست قیچی میکنم، بعد آستین قیچی میکنم به خاطر که تکی ما کم نشه. به این شکل ببینین تکر 4 قات میکنیم به خاطر که آسان تر شوه. مکلانی پارچه را که من دازم در تخته پیش روی فرق نمی کنه، 2.5 و یا 2 بگیرین. اگر خوش داشتین 1.5 هم میشه خوردتر بگیرین، اگر خوش نداشتین فرق نمی کنه، 2.5 میتونین. ذوق خودتان مهم است. ای هم پارچه را 4 قات کردم و حال برش 5 میگیرم، خطکشی میکنم به این شکل. باید از به درازیشان برابر قد پیران باشه، اگر کوتاه هم بود فرق نمی کنه، کمک توته بندازین در قسمت پیش یخنش. خدا کنه که ویدیوهای من را که می بینین بتانم کمک شوه برای شما خواهرای عزیزم و دختر خانم های نازنین. هدف ما صرف کمک کردن بر شما است تا شما بتانین مشکل خود حل کنین، چون در افغانستان میفهمم خیاط نام خدا زیاد است، در هر گوشه افغانستان که آدم بره خیاط هست، اما در خارج کسایی که خارج از افغانستان زندگی میکنن مشکل است. ببین قد آستین 24 است مکمل. ما به خاطر که قد دان آستین 10 میگیرم، به خاطر که آستین دراز نشه 2 تکه هم داره 22 میگیرم. ببینین دان آستین 10 گرفتم، یک تکرک اضافیش قیچی میکنم. میتونین دان آستین 11 هم بگیرین، کوشش کنین از او زیاد کلا نشه. آستین 22 میگیرم به خاطر که تکه اضافی هم مفته، حق دوخت تمامش را گرفته این، متوجه باشین. اگر آستین دستتان دراز بود میتونین درازتر بگیرین، فقط مهم قیچی کردنش است. آستین 22 گرفتم قیچیش میکنم به این شکل. ببینین دوستای نازنین، من زیر قولش را نو گرفتم. نازنین هم ببینین خط آستین، خطای قهوه قیماق شایشگز به شکل دراز رو خست، البته به بر گرفتیم و کفشه، البته تکیه که با دان آستین مندازم او را به دیگه شکل میگیرم تا هم یک معلوم شوه خوب در
این زیر قول آل قیچی میکنم، اگر زیر قول کمی کلان بود فرق نمیکنه قیچیش کنین. به این شکل آل اندازه میکنم زیر قول های قسمتش، بخاطر شانه قیچی میکنم. زیر قول باید از نو باشه، کمک کلان است. من فقط از صرف از زیر قول قیچی میکنم، داناستین اصلا قیچی نمیکنم که خرد نشه. به این شکل اگر دیدین که این قسمت گولی آستین ما کمک کلان است، شما میتونین خردش کنین. عزیزیات خرد نکنین که وقتی که اجابه میپوشین خرد باشه، آستین خود بالا میکنه در قسمت بازوی ما، خود زیاد بالا میکنه. به این شکل با حال ما تکه دان آستین قیچی میکنم. به این شکل ببینین دو نیمنش به مثل تختی پیشروی از قیچی میکنم. خواهش به دیگر رقم میگیرم، به خاطر از اینه میخوایم که خواه آستین و خواه کفش یک رقم بیاید. به این شکل شما میتونین کسته که قیمخشایی ساده و یا سیاهی ساده استفاده کنین. من فقط از خود از این تکه استفاده کردم، چون خود خواهر ما می رقم خواسته بودن. به این شکل قیچی میکنیم. شما میتونین که تا تکی نصف آستین تکی ساده هم پرتین، این رقم هم زیبا معلوم میشه. بعد از اینکه من قیچی کردم، حالا دوختن شروع میکنم. ببینین پشت یخن هم متوجه باشین، پشت یخن راسته به راسته با هم وصل شوه، که از پیشتان اشتباه نشه که چپه در راسته، راسته در چپه. به این شکل دور یخن ها را من میدوزم. به این شکل آهسته شروع میکنیم. متوجه باشین وقت دوختن تاره که در پیشوری از در پشت سر ببرین، کوکتانه دوبار محکم کنین به خاطر که کنده نشه. دور یخن وقتی که میدوختین، وقتی که خلاص شد، متوجه باشین کم کم همراه نوک قیچی قیچی کنین، به خاطر راسته که کنین بسیار صفا میه. اگر قیچی نکنین راسته درست نمیشه. به این شکل هر دو یخن من میدوزم. ما یخنای زیر ماشین میکنم، بعدن باز برتان نشان میدم. بعد از اینکه دو تخته پیشوری دوختیم، پشت سر هم به بدامش میدوزیم. به این شکل کوشش کنین که همیشه سر کوکتان محکم کنین. اگر توانستین دو بار بدوزین لااقل، به خاطر که پاک هم میایه و یکی کنده هم نمیشه وقت پوشیدن. دیدین من یخنه به این شکل قیچی کردم، آل شانهیشه نصب میکنم. بیشتر گفته بودم که پشتی یخنه من قاط نکردم. ببینین یخنشه من پشتیش اول قاط نکردیم، اول میدوزم پشتی یخنه با هم که یک لخت بیایه. به این شکل میشه که اول پشتی یخنه قاط کنیم، بعدا سرشانه رو بدوزیم، به خاطر که صفاتر میایه. من به این شکل میدوزم پشتی خانه اول اردوشه با هم قرار دادم، درس بردم، بعدن زیگزگ هم میکنم. به این شکل ببینید بعدن قاط میکنیم. اردوشانه به این شکل من میدوزم اردوشه، بعدن باز بغلایشه میدوزم. به این شکل ببینید من دورای یخن خود دوختم. و حال اگر متوجه باشین تختی پیشوری خورد هم کردیم، ببینین فاصله داره. بغلش هم 24 میگیرم، شانش درست بود. اگر شما شانه کلان بود میتونین قیچی کنین. بغل 24، کمر هم 24 گرفتیم. اگر کلان بود میتونه خرد کنه خواهر ما، اگر خرد بود میتونه کلان کنه، به خاطر حق درزش ماندیم. درز مایه البته و میانه بگویم، من درزار خط میکنم، بعدن باز میدوزم. به این شکل تمامشم میدوزم. ببینین خط کردم، یکیشم من دوختیم، فقط ایره بر شما نشان میدم. به این شکل هم دوختیم هم زیگزگ کردیم. درزارشم میدوزیم. به این شکل درزش دبل، من اصلا درزش قیچی نمی کنم، به خاطر از اینکه اگر خرد باشه میتونه کلان کنه. چون من اندازه خواهر ما را نداشتم، فقط فرمایش که داده بودن نظر به من فرمایشان، من برشان دوختم. به این شکل درزارم من مکمل میدوزم.
به این شکل تمام شه. سر کوکتان را محکم بدوزین، درزشال زیگزگ میکنم به خاطر صفاییش که پاکتر و منظم تر بیاید. دوستایی که گفته بودن که ماشین ما تار جر میکنه، دمی جریان دمی چند روز ماشین ما هم خراب شده بود، من گرفتم پیش از این که شما ماشینتان پایینش پاک کنین اول عکسش بگیرین، به خاطر که پس دوباره بسته کردنش برتان مشکل نشه. ببین آستینه متوجه باشین، آستینه وقتی که میدوزین کمک یک نیم انچ کلانتر باشه از زیر قول کرده، از پیران کرده به این شکل اندازه میکنیم، بعدن میدوزیم. وقتی که دوستا ماشینتان تار جر میکد از پایین که از معمی رقم شده بود، تمام وسایل پایینش را باز میکنین، عکس میگیرین اول که وقت بسته کردن پرابلم براتان نشه، تمام پتاک هایی که داره و یا موچرکی که گرفته تمامش را همراه جاروی برقی بکشین. این بهترین راست که تمام پتکایش جمع میکنه و بسیار پاک میشه و همچنان برس به خصوصی که داره امروز از او پاک کاری کنین. تمام ماشین است صفا ستره، بعدن تیل بندازین، اما قسمت های جایی که تیل میده پایینه خوب تیل بندازین، بعدن به مدت 2 دقیقه ماشین روشن بانین، خوب چرخ بتین که تا تیل در تمام جاهایش قرار بگیره، بعدن هم صدایش پایین میشه و هم کار میده. از خودم همی رقم شده بود، بعد از اینکه کار را کردم باور کنین که یعنی صفا جور شد و همچنان صدایش هم همه قسمی که ما بر نان و او ضرورت داریم ماشین همچنان. بعد از هر یک ماه اگر کوشش کنین، اگر تانستین هر یک ماه باید ماشینتان را پاک کنین، تیل باید تست بندازین به خاطر از اینکه هم خشک میشه و صدایش بلند میشه. ببینین بعد از اینکه آستینه گفتم که میدوزیم، آستینه باید تست سست بدوزیم، یعنی زیاد کش نباشه خدا آستین از پیران کده به خاطر از این که باز بعد معلوم میشه. دوختن خود ادامه میتونم، ما تار ننداختیم، شما میتونین تار بندازین و از سوزنهای بخصوص استفاده کنین. ببینین آستین دوخته شد و حال تکیشه میدوزم به این شکل. ببینین گفته بودم تکیشه خطای دان آستین ما دراز گرفتیم، البته از خود آستین به بغل است. به این شکل اندازه میکنیم، اگر کلان بود کمک قیچی کنیم، بعد اندرز میگیریم. به این شکل میدوزین. در بازار که فروخته میشه قاطشه یک جای دوخته شد امروی آستین تمامش، ما به خاطر که پاک و صفاتر بیاق اول تکرک قات میکنم، اول یک روشه میدوزم، بعد دیگر روشه قات میکنم به خاطر که وقتی کاستین ما دانش کلان است اگر کسی ببینه بعد معلوم نشه یعنی صفا بیایه. ببینین به این شکل من میگیرم خود پشتی را داخل میکنم، درزش باید از روی راسته بیایه به خاطر از این که وقتی قات میکنیم ای باید از مهم است که درز از این در روی راسته بیایه. وقتی که قات میکنیم درز در روی راسته پس دوخته شوه که از روی راسته صفا بیایه. اگر ما درزش از روی چپه بگیریم و قاتش هم در روی چپه بیایه، باز ای است که از روی راسته درزش صفا نمیایه. به این شکل ببینین درزش، ببینین در روی راسته میایه. تمام دور راستین هم میدوزم به این شکل. ما یکیش قبلا دوختیم به خاطر که بر شما نشان بتم، حالا یکیش دیگهش میدوزم، دور و دورش میدوزم. این قسمت هایش اگر زیگزگ هم نکردین خیره، چون در زیر قات میشه معلوم نمیشه. بعد از این کاستینه دوختم، دیدین کفش چپ آمده و خود آستین راسته، این نمیست که قات میشه. به این شکل ما قات میکنم، هدف معمی است که درز باید از در روی راسته بیاره. قات میکنم به این شکل، به این شکل میدوزیم. دیدین حالا ما تکر قات میکنم و مو اندازه که درزی را که گرفتیم آیسته ماشین میکنم. شما میتونین قات کوک بندازین به خاطر بر شما راحت تر شوه.
اول آهسته شروع کنین به خاطر که تارتان من قی قوطیگه که پس کردم به خاطر که آستین در داخل از او خود ماشین داخل کردم که صفا تر اذیت نشیم. شما میتونین همی کاره کنین. متوجه باشین که قاطتان از پیشتان پایین بالا نبیه که باعث ازی میشه که آستین تودار بیایه اگر قاطش کمکی کم زیاد شوه. یک اندازه بیامو در زیره که قبل اندوختیم به اندازه از امو درس قاطش کنیم. آستین ما دوخته شد به این شکل. بسیار مقبول آمده و همچنان معلوم میشه که ما داستین تکه انداختیم. و حالا امیق تکه پیش روی هم میدوزم به این شکل. شما میتونین قاط از زیره کم هم بگیرین. ما به خاطر از دیدین یکیش دوختیم به خاطر که بر شما نشان بتم. می خواهیم به این شکل این مقاطش یک ذره دبل تر می گیرم پیش رویه سه قاط می کنم به خاطر که کلف می تیم لایه ندادم که استاده می مانه. شما می تانین لایه صفر چون من لایه پیدا نکردم نداشته که از خودم خلاص شده بود تکر سه قاط می کنم به این شکل. وقتی که می خواهیم قسمت بالای یخن که هست ببینین ایده چی رقم می دوزیم به این شکل تکره قاط میکنیم. ببینین از روی چپه باید از دوخته شوه پس بر روی راسته دوخته شوه به این شکل. ببینین ماشین میکنیم آهسته. متوجه باشین که در سر یخن ماشین نکنین که خراب نبیه. بسیار این رقم این تخنیک بسیار پاک و صفا میآید. اگر میشد به او طریقه دیگه هم بود از اول این پیش روی تخته پیش روی تکی اضافی شد بعدن پشتی خانه او رقم هم میشد اما من نخواستم به خاطر که پاک تر بیای به این شکل میدوزم. ببینید دیدین درس در داخل آمد بسیار پاک و حال امی قسمت هم میدوزم خطش یک برابر میگیرم. اگر شما تکی قیماق شایی و سیاه ساده هم داشتین میتونین استفاده کنین بسیار مقبول میایه. حتی شما میتونین که چپنایی که بعضی در بازار فروخته میشه نصفش سیاه البته پایین دامن ده اینجا میتونین سیاه بندازین بالاش امیره به این قسم تکه و یا میتونین که آستینش همچنان امیره قم کنین گلشن بندازین تکای گلشن بسیار مقبول میگه نصف آستینه نصف لب دامنه بسیار مقبول و زیبا و همچنان فیشنی معلوم میشه. به این شکل شما میتونین اتا در مفلا هم با استفاده کنین. این تختی پیش روی شد. ببینید چه خوب مقبول آمده. فقط کلفت میشانم. کلفت هایی از در بازار شیشه ای لب دامنش همچنان میدوزم. به خاطر که نشایش کشال نبیایه. قیچی کردم لب دامنه دوختم. از این کلفت ها من استفاده کردم به خاطر که هوار است. البته معلوم نمیشه و ببینین به این شکل. شما هم میتونین از این کلفت های شیشه استفاده کنین. صفا هم میایه و درست هم خوب میگه. چپن ما آماده شد. خدا کنه که خوشتان آمده باشه. از ویدیوهای ما چیزی بیاموزین. ای هم چپن خواهر ما خدا کنه که خوشش بیایه به خیر استفاده کنه. و این چپن هم میتونین شما تا پیشواز هم بپوشین. خطایش ببینین فرق میکنه. گفته بودم بسیار مقبول میگه. الله حافظتان. ویدیوهای من خوشتان آمد. لایک و سابسکرایب کنین. خداحافظ.